روز 23 شهریور 400 استاد دانشگاه و متخصص ایرانی مقیم آمریکا نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور ارسال کردند. آنها در این نامه خواستار محاکمه و محکومیت آخوند رئیسی شدند و از جو بایدن خواستند که در سخنرانی دیدگاه‌های گسترده دو حزبی در سنای آمریکا و کارشناسان سازمان ملل و عفو بین‌الملل را برجسته کند. این نامه در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای داشته. برخی از آنها از نظرتان می‌گذرد. روز 25 شهریور روزنامه ایندیپندنت در مقاله‌ای با تیتر فعالان ایرانی مقیم آمریکا به بایدن فشار می‌آورند تا بر سخنرانی رئیس جمهور جدید ایران در سازمان ملل سخت بگیرد نوشت: چند صد فعال ایرانی آمریکایی با امضای نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از وی خواستند که هنگام سخنرانی رهبر آمریکا در هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل لحن تهاجمی علیه رئیس جمهور جدید رژیم ایران اعمال کند. سایت گولد نیوز نیز به شرح این نامه پرداخت و در پایان نوشت: امضا کنندگان میگویند اجازه دادن به رئیسی برای سخنرانی در مجمع ملل متحد توهین به بشریت و به ویژه اعضای خانواده قربانیان وی و همچنین ارزش‌هایی است که این کشورها بر آن اساس بنا شدند. روزنامه الخریج نیز خبر این نامه را منتشر کرد و نوشت: در آستانه 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد 400 شخصیت از اساتید دانشگاه‌ها و پزشکان و مدیران صنایع و متخصصین ایرانی آمریکایی نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارسال کردند. آنها روی محاکمه ابراهیم رئیسی به خاطر ارتکاب جرائم ضد بشری تأکید کردند.